بعد نیستم مشتیم قیافه من مشتی آره مواد تو سورت نباشه با. اوکی خوشکله یه ذره اومده پایین ولی خوبه I think it's pretty <laughs> بابا خوبی باز اومد خوبه بابا بذار باشی یه سوپرمن هم یه دونه ریزوی لک داشتی پسر حمد کردی ما امروز We made it happen. آره چون ساعت هشت شب و روز خیلی سنگینی هم بود منم من آره منم اینجوری بودم که میخوای بریم یه چیلی بکنیم <تصفح> <تصفح> تو گفتی جفتش رو میکنی گفتم خب پس باشه چه خبر کلا حالا این جفتش رو گفتی سوالایی که مثلا این یا این باشه رو دوست ندارم همیشه اند دوست دارم مثلا این و این هر دفعه <تصفح> یکی مثلا سه تا آپشن بد میده ببین میتونی همش رو با هم انجام بدی خیلی خوب هم خدا هم خرما خیلی خوبه خودم این الان یه پیشنهاد یه ادوایس یه چیز پرسونال پرنسپل خودمه آها چون معمولا هم میگن آقا سعی کن فوکس کنی دیگه یه کار رو انتخاب بکن آره باهم. ولی میخوای تصمیم بگیری بین سه تا چیز چه تصمیمی میتونی همش تو پنج باش آره بابا آره تو خودت هم فوتبال میزنی آره فوتبال و والیبال و شطرنج رو با هم بازی کن چه خبر رو برای اومدی ت... اومدی تورنتو آره یه چند روز اومدم بعد چند تا بچه‌ها رو ببینیم چند تا میتینگ داشتم تو هی میری میای آره من کلا مونتریال رفتنم به خاطر اینکه از تورنتو دور باشم <applause> نیست که اصلا آره شهر خیلی عالیه مونتریال شهر روح داره تورنتو به نسبت مونتریال اصلا روح نداره شهر مثلا مرده ایه آن چی و تو کووید هم که اصلا بدتر شد ببین پسر آه... فکر کنم باید اسم پادکست رو عوض کنیم مثلا طبقه 27 28 دی چیزی کلا دیگه طبقه رو به خیال هلیکوپتر بزنیم به خاطر اینکه من ارتفاع بزنیم به از قبلی سوخت دادم دیگه انگار دریو کنیم آره تو داستان ابراروان شنیدی خیلی کم ولی زیاد نمیدونم اصلا نمونشون هیچ دیگه, نمی هیچی دیگه یه کمپانی کلاود بیس تو ایران که متهم به قطعی اینترنت زیر سر ایناست یا حالا به صورت غیر مستقیم قطعی اینترنت سر ایناست و ما با بچه ها پادکست گذاشتیم چون هی, هی بیانیه میدادن و هی بهشون هی مثلا این داستانه که بیشتر و بیشتر میشد هی بهشون تهمت میزدن که شما باعث قطع اینترنت هستین و اینا من بهشون گفتم آقا به بیانیه دادن اینو پاش این پادکست دو ساعت با هم صحبت کنیم آره یه کاری بکن سعی کن وقتی داریم با هم صحبت میکنیم من حرفم کامل تمام شه بعد تو بزن چون صدامو او اورلپ بکنه میره تو موقع شنونده بعد اتفاقی که افتاد این بود که هیچ ما با بچه ها صحبت کردم و سه روز بعد بچه ها تواصل اتحادی اروپا تحریم شدن نه بابا آره. و الان هم رفتم به دادگاه خود آلمان شکایت کردن منتظرن که جوابشو بگیرن دیگه سی دی هم دیگه سیدین هن سیدین یکی از سرویس هاشونه پس تو, تو جریان پکت هن دیگه تو جریانی که شما پکت از بیرون بیاد به کلاینت و سرور برسه این تو اون وسط اونا آرگومنت خودشونه که نیست یعنی بحث خودشونه که ما نیستیم تو این اگه درده. تو مسیرش باشه وقتی بخوان قطع کنن اینام خون وسط هن دیگه ببین اصلا کلا منم من دفاع میکنم ازشون ولی آی منم منم تو همون پوزیشنم هم. ولی من تو پوزیشن دفاع از اونا نیستم من دو تا هدف داشتم و دارم و من اگه برگردم به عقب باز همچنان همین کارو میکنم بگو. یکی این که من با کنسل کالچر و حرف نزدن به شدت مخالفم همیتو. یعنی هر آدمی بود بخواد صحبت بکنه من پایم مه. یا بشین صحبت بکنیم این داستانی که تیریبون دادی و اینا اصلا من فکر کنم یه شاید یه مقداری منو جدی تر گرفتن یعنی شاید این پادکست رو جدی گرفتن مگه مه. ایران اینترنشناله مثلا هر کی بیاد صحبت میکنیم میدونی و و اینو ما دیدیم یعنی شاید الان توی ایران و برای کسایی که توی ایرانن خیلی این قضیه عجیب غریب باشه ولی ما الان اینجا داریم میبینیم که آقا باید به همه باید با همه صحبت اصلا چاره ای ما جز صحبت نداریم ام. حالا یکم شرایط ایران هم آخه یکم تخماتی دیگه یعنی اصلا یه جوریه که الان منطق پنتق هم خیلی سر قضیه نمیشه یکی این نکته است نکته اصلی قضیه اینطوریه که سایبر بولی ریل من ببین من ببین برای ملت اون پشت نشستن یه چهار تا فوش می نویسن و اینجوری که مزدور و دهن تو سرویس کردم و میکشیمتون و شما باید پس فردا جواب بدین و نشستی پشت گوشی مسج میزنی سندم میزنی ریلکس هم میشنی میری چیلتو تو میکنی برای. اونی که داره این مسیجا رو میبینه با این حجم از این مسیجا رو میبینه اگه کسی تجربه سایبر بولی داشته باشه یعنی من خودم هم از بقیه شنیدم و خوندم و خودم هم تا یه حدی تجربه تجربهش کردم ولی اه. من خیلی راستش بخوای خیلی برام مهم نبود به خاطر اینکه که کاراکتر سوهیلی که تو زندگی روزمره از کاراکتر سوهیل پادکست تا یه حد خیلی زیادی جداست یعنی مثلا من خودم هم میخونم میگم که آخه بیچاره سوهیل یعنی به خودم نمیگیرمش میدونی و نکته ای که وجود داره اینه که مثلا من با بچه ها صحبت میکردم با چند تا از بچه که توی ابراوان میشناسم اینجوری بودم که حالتون چطوره و اینا آی فال آب بدم که حالشون چطوره و اینا و اینجوریان که جز این که داریم هزار تا شب قرص میخوریم و سوسای دلیم و اینا فعلا به غیر این همه چی خوبه و این خیلی چیز سنگینه یعنی تو اگه تجربه نکرده باشی سایبر بولی رو تو اگه یه فردا اخا پاشی بشنم یکی از این بچه‌هایی که اونجا داره کار میکنه خودکشی کرده چیکار می‌خوای بکنین فکر خیلی, خیلی 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 مردی دیتکتیوی رفتی مسیج زدی اینا رو برای رو گفتی میدونی یعنی ما ایرانی‌ها خیلی راحت یهو میزنیم همه رو میتره کنیم اصلا حتی آخه من که دادگاه که نیستم که میدونی آه... بعدش هم مثلا یه سری اومدن مثلا به من میگن که بعد از اینکه تحریم اومد و اینا بیا جواب پس بده به کی جواب پس بدم به تو چه میدونی پادکست خودم هر کاری دوست دارم دارم میکنم و اینو لاتیشو پر نکردم اینو دارم بهت میگم و ما باید یاد بگیریم به بگیر من خودم با هر کسی میخوام سوال بکنم یا یه چیزی به یه نفر بگم سوال اولی که خودم پرسیدم این که این سوالی می که میخوام یارو بپرسه جواب به تو یا مثلا من میخوام به یکی بگم داشت چرا مثلا درس نمیخونی ام. میدونی یا چرا مثلا اون کار نمیکنی بعد همشه با خودم که ممکنه تو جوابش به چه باشه و اگه این جواب رو گرفتم دیگه من راجعه اون موضوع صحبت نمی کنم. میدونی و نمیدونم احساس میکنم که مثلا یه مقداری خیلی خیلی قضیه رو جدی گرفتن همه و بعد حالا اصلا بحث تکنیکال هم بری اصلا ببین میک نمیکنه اصلا قضیه اره. میدونی یعنی حتی با که مردمم میگن تو فرض کن یه حشوایی به اسم جمهوری اسلامی که داره مواد مخدر جابجا میکنه و اسلحه میبرن و میارن و اینا حالا یه کمپانی که اسم داره و آدماش بنده خدا تا یه چیزی میگن هی میاد خودشون دفاع میکنه نیازی نداره میره یه کمپانی درست میکنه اون پشت اسم و را اصلا نداره جواب هیچ کم نمیده قطع میکنه هیچ هم نمیتونی بگی حالا یه یه فرق... یعنی من ریسپکت میکنم به اینکه میان حرف میزنن اصلا هم نمیگم کاری کردن یا نکردن و به من ربطی نداره اگر هم کرده باشن کردن دیگه یه جوری انگار مثلا من جزء کسایی هستم که مثلا بابا. و, و این یه مقداری خنده داره دیگه این تو تمام این چیزا که پیش ماده... یه چیزی برام خیلی عجیبه همه دارن به اون یکی میگن که این مثلا جوری که تو مخالفت تو نشون میدی اشتباهه مثل من بکن مثلا چه میدونم دا یه تظاهراتی بود مردم رفتن به اون کسی که مثلا پشت میکروفونه بوده یا آقا مثلا این شعارا رو نده این شعارا رو بده این همش هست آقا دی ام اینستاگرام من پر فوشه که چرا پست نمیذاره آقا من کلا اینستاگرام نیستم دیگه من دیلیتش کردم همینجوری چیزه هست و من موندم آقا اگه همه ناراحتیم که هستیم اینو باید خشمه رو باید سر همدیگه زر نگاریم. یه انرژی منفی دیگه اینو نباید سر یکی دیگه بریزی یکی یکی کم میشیم به جای که زیاد شیم زده میشی دیگه از خودیت زده میشی به جای اینکه همبستگی درست بکنی تفرقه داری درست میکنی قشنگ رسما حرکت برعکس داره و مثلا آقا چی میگن مثلا بود پنبه سر ببر یا چه میدونم یه چند تا انگلیسی هم درست رو نمیاد ولی آقا شما مثلا میخوای یکی رو اَتراکت بکنی میخوای یکی رو جذب بکنی به ایدئولوژی خودت ببین مثلا کاملا ابستراکت بگی. آقا شما اینو با زور بگی خب این شاید از ترس اومده شاید از جهل اومده اون اصلا نمیخوای کسی که از جهل بیاد کنه نمیخواد میگه دشمن دانا به از دوست نادانه اون دوست نادانه دیگه از اون طرف اونی کسی هم که از ترس اومده اون خنجر رو پشت بسته بالاخره خنجر پس میخوای آقا یه جوری باشه که طرف وقتی اومد طرف تو حالا بگیم طرف داریم همین چیزا فرضیاته اومد طرف تو به خاطر خودش باشه بخواد که اونجا باشه ایدئولوژیش با تو مستقیم الائن شده باشه این صحبت ولی وقتی که همیشه مثلا از هم ایراد میگیریم سر همه چیز داریم. نه من بهترم تو با این کارو بکنی آقا همه ناراحتی بعد هم همه خودمونن که هیدانان اونجا قلقم میشن بیاین مثلا هم بستگر رو درست کنیم ما نمیدونیم مثلا ایران بعدی چه شکلیه رولنسانس گفتی درسته ما نمیدونیم ایران بعدی چه شکلیه بیایم هم بستگر رو درست کنیم آقا مثلا ایران قدیم جایی بود که کاملا مساوات بود مثلا اون تا استوانه کوروش هست خب اون اولین دیکلیرشن هیومن رایت بوده آقا کاملا مساوات بود همه با هم کار میکردن همه با هم همکاری میکردن کلابریت میکردن سیلک رود بود بابا کلا چیز بودیم مثلا ایتالیای آسیا بودیم ما ایتالیا هم همش ترید گنده شد دیگه. حالا ما میخوایم بیایم اینجا هی بر هم بزنیم بابا ببینیم مثلا ورژن بعدی این ایرانی که بودیم چه شکلیه مثلا 20 سال دیگه 5 سال 50 سال دیگه رو نگاه کنیم اگر آقا مثلا میگیم آیزک ازماف که کس... از چی میگن ایزاک آسیموف <تصح> ممنونم چی میشه تخیلی آه... سایفای چی میشه تخیل علمی تخیلی علمی تخیلی دیگه خداشه دیگه مثلا آقا اگه از ما میخواست بیاد پنج سال دیگه ایران بنویسه چه شکلی میشد ما بیایم اون از همین الان درست کنیم با تمام اون ارزشهایی که داشتیم مرام آقا مرام کم شده نمی... <applause> نمیخوام بگم از بین رفته کم شده و مرام ریشه ر... کالچر ماست ما بیایم با مرامه با مثلا مساوات با مثلا دوستی با این جور کار بکنیم چیزی که اون طرف نداره آقا شما یواش یواش همینجوری که دوستی و خوشحالی و مثلا محبت باشه خب شما هر کسی که اونجا از ترس مونده اونا رو جذب میکنی هر کسی از جهل مونده میگه اینا اوکی تر اینا هپی ترن میره اونجا کلا یواش یواش به دشمنت بدون جنگیدن خالیش میکنی مثلا قبل میگفتم بدین رشوه بدین مثلا به چی میگن لشکر اونوری لشکر از تو به سرویس بشه یکی از تاکتیکای نظامیه به جان که هر هم بزنین هر کسی از آقا همه میگن آه... آه... نه ولش کن opinions are like آقا آه... 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 هر کسی نمیتونه بیاد بگه آقا دمت کرد حالت چطوره آقا ما مثلا چه بگم چند تا فقط هیتفول مسج گرفتم تنفر آقا تو منو نمیشناسی مثلا نمیدونم تو کی اومده چیزی رو میزنه من مثلا آنلاین نیستم من همه رو دایورت میکنم اومده مثلا از این چند تا انگوش شما حالا خوبه خبر از از ها رو خوبه باز کردی اوکی اون خیلی قشنگ تر بود طبیعه مثلا بیرینی به طرف چرا این حرف رو زدی چرا فلانی اولی پادکست بابا اونا با هم زندانی با یکی داشتم حرف میزدم من کلا مثلا دسترسی نمی کنم. نه حالیمه نه مثلا اطلاعاتش رو سر می کنم گفت مثلا جام جوانی چند سال دیگه کاناداست پرسید که میری گفت نه من واقعا جنش همین بغلمون اصلا بک یارد داشت چرا نری خداست بهترین اکسپریانس گفت نه نمیخوام برم مثلا ایرانو تشویق کنم و ما خود تو همدردی بکن با اون چیز خود فوتبالیسته اون اگه میتونست جای دیگه بره نمیره اون الان مثلا نونش داره از چیز میاد از خود دولته داره میاد مثلا استقلالی پرسپولیسی واتر تراکتوری هرچی هست اون خودش گیر کرده اون مشکل تو رو داره ولی وابستگی تو رو نداره وابستگیش خیلی سفتر است تو آردی بیرون اون چی میگن؟ با اون باید همدردی کنیم باید به اون محبت بکنی نه اینکه زیرش خالی کنی ما با باید همینجا باشیم شرایطی هم ما توش قرار گرفتیم که انقلاب که حالا هر اتفاق نمیفته یعنی یه مقداری آدم هم باید شرایط فعلی رو در نظر بگیره من میفهمم حق میدم یعنی میفهمم حالا حق شاید ندم ولی میفهمم و فهمیدن و حق دادن دو تا مقوله متفاوته آره. ولی یه، از یه قضیه رو میشه فلسفه هم نگاه کرد ببین ببین مثلا تو برای اینکه کرکتر و شخصیت خودت رو بهتر بشناسی نیاز به یه سری سیگنال داری خب که بتونی بفهمی که خودت کی هستی مثلا من قرمه سبزی دوست دارم من مثلا فوتبال دوست دارم و این یواش شروع میکنه به تو یه آیدنتیتی دادن که آقا اوکی من سهیل علوی مثلا بسکتبال دوست دارم قیمه دوست دارم و یواش یواش شروع میکنم یه شکلی به شخصیت و کرکتر خودم دادن و خودم رو شروع کنم بهتر شناختن و توی مقاله سیاست مثلا ایران دشمنیش جمهوری اسلامی دشمنیش با آمریکا جزوی از شخصیتشه یعنی اگر آمریکا دشمنش نبود جمهوری اسلامی دیگه کرکتر خاصی یه چیز خیلی بی ربطیه این اواله. وسط میدونیم اواله. و من فکر میکنم که مثلا تو این موضوع الانم که حالا بحث یا اینوری یا اونوری و خاکستری نداریم الان که البته میگم باز درصد خیلی زیادی از حرفای ما الان اپلای نمیکنه به شرط فعلیشون شرط خیلی فوق خاصیه ولی اینی که حالا تو مثلا با ابروانی یا بدون یا مخالف ابروانی به تو رو عضوی از یه گروه میکنه من جز گروه از مخالفانم یا من جز از گروه موافقینم و این به تو کرکتر تو تاثیر داره و بیون این قضیه بودن برای خیلی سخته من من کرکترم هنو معلوم نیست من شخصیتم الان معلوم نیست من نیست. من کدومم من, کدوم من چیم و خیلی راجعه این موضوع صحبت نمیکنن میدونی یعنی از صحبت کردن راجع به این قضیه می‌ترسن بعد حالا نکته جالبش تو هم سر همین قضیه ابروا من خیلی چیز می زیاد گرفتم یکی این که مثلا خیلی به من مسج میزدن مثلا داشتی حالت خوبه like I wanted to give you a hug میخواستم یه بغلت بکنم و نمیدونم الان احتمالا ورم کردی و پاشیدی و اینا به من که نه اولا که من خ... I'm having a lot of fun حالا الان دوباره یه سری من برداشت میکنن با خون جوانان ما یو هاف lot اف <applause> فان و این یه طرف دیگه هم اینطوری که ببین به هر حال وقتی من دارم با ابروان صحبت میکنم و با کلی آدم دیگه هم در تماس هستم من یه ایده ای از این که کل اکوسیستم چی فکر میکنه و بچه ها چی فکر میکنن دارم وقتی دارم با اینا صحبت میکنم من تنها که نیستم مجموعه از آدمایی های هم هستن که دارم تو زندگی باشون مشورت میکنم دارم با اونم تو روزمره صحبت میکنم که نظر شما چیه و تقریبا تمام کسایی که به خدامون دل خوشی از اون ایران و اکوسیستمش نداریم دیگه وقتمون رو تلف کرده به هر ولی درصد فوق العاده خیلی از بالایی از آدما با این که میدونن ابراروان صرفا فقط احتمالا باز من اینو میگم یعنی من خودم این نظر منه من حالا دوست دارم نظرم بگم اگرم نظرم اشتباه بود اشتباه بود دیگه میدونش اشکالی نداره که آخه یه جو از عجیبی هم ملت دارن میدن که ما الان تو جنگ هستیم و اینا و آره من اینو میفهمم ولی دیگه انقدر هی اینو میگی اینو میگی دیگه بابا جنگ نظامی که نیست که یکی در خونه تو بزنه با تفنگ تق بزنه زیر خون بپاشه بیرون دیگه هی میگیم تو جنگیم تو جنگیم آره میفهمم شعره جنگیه ولی جنگ نظامی که دیگه نیست داشی دیگه اینقدر جو داری میدی حالا و منظرم از این حرف بعد برداشت نشه منظرم اینه که منم نظرمو دارم حالا یا بود یا نبود دیگه همچین حالا خون تو چیزی ملت میزنی که خیلی عجب جواب عجیب غریبیه دیگه کلا نمیشه اگر میخوای سیستمی درست کنی که همه تو شناخته بشن هیچ قسمتی و شما نمیتونی بگی تو بری همینو میخوام بگم نمیتونی بگی یعنی این, این بیسیکه خب. ب... میخوام بگم این ملتی که فکر میکنن الان دارن کامنت میذارن صداشون هم خیلی چون چون اونایی که منفیان کامنت میذارن و بقیه پشت بندشون لایک 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 دیگه یه آره. جمعیت خیلی بزرگی که من میدونم الان جرات نداره حرف بزنه چون حوصله‌اش نداره کامنت بذاره و تو بیای شروع کن اینا رو بسن بهش و فکر میکنی الان خیلی زیادین همتون هم نظرین که ابراروان مثلا ابراروان مثالا چون مثلا. چه میدونم آره ایران ناسیون هم همین بعد سرش اومد ارجم سرش همین بعد اومد و از این داستانا و اینجوری نیست که مثلا 90 به دهیم 90 درصد فکر میکنن اینطوریه 90 درصد انقدر سرشون بلنده بقیه هم یه حوصله یه حوصله نداره یه کامنت بذاره و تو هم حالا پارش بکنی ببین تو هر نتورکی شما نگاه کنی من حتی بهت بگم 60 چهلیم یعنی اون 60 درصد 60 درصدی که میشناسن این کمپانی رو و اصلا بحث دفاع از آروان نیست اصلا بحث نیست که آروان رو بخوای بشناسی یا نشناسی اینجوری که اصلا یه کمپانی نمیتونه انقدر افکتیو باشه توی این شرایط کمپانی که مثلا خیلی سالم از عمرش نمیگذره میدونی حالا اینا رو من دارم بهت میگم و probably I'm, be, I'm, going to be wrong ولی یعنی چی راجوش حرف نزنیم یه حرف نزدن اشتباه است یک بگی خفشو اشتباه کردی و دارن اینو میگن عملا دارن اینو میگن ولی کسی متوجه نیست که داری این حرفو میزنی باید آخر ببینیم که آقا چه جور چه جور مملکتی می‌خوایم داشته باشیم چه چه جور مثلا فرهنگی می‌خوایم داشته باشیم اگه فرهنگی این که آقا شما خفه شو من درست میگم یا اینجوری که داری تو می‌کنی داری دقیقا همین کار اینا رو می‌کنی آقا شما هر دفعه ایران رو نگاه کنی هر دفعه که یه انقلابی شده یه سلسله جدید اومده فلان همیشه همون گوه داشتیم همیشه همون بوده این اسمش جمهوری اینم چیزه امپریالیستیه این داره میگه آقا تو خفه شو مثلا آقا شما اومدین گشت حالا مثلا بگیم گشت ارشاد اوکی خیلی فرض رو ببریم بالا آقا گشت ارشاد بگیم پلیسه یکی رو کشتن ماموره رو بگیر ببر دادگاه آقا کشتن و زدن یا غیر قانونی به خود قانون اساسی ایران شما قانون خودتو بچسب این ها طرف اونه آقا د... ریدی جمعش کن هاپ ما رو زدی بیا قش دیگه الان بکنن خب اصلا مدلشون نیست به قول تو جزء شخصیتشونه که آقا نه تو انیمه اوکی نه بعد آه. حالا یه چیزی بهت بگم و بعد ما یه جورایی هم مثلا من یه چیزی که سر مثلا جنگ ترامپ و بایدن دیدم سیاست اصلا من تازه فهمیدم که اصلا مهم نیست داری حرف درست مارکتینگ اصلا تو آره وعده وعده میدی قرار نیست به وعدت عمل کنی تو فقط آره وین کنی از اصلا مهم نیست که تو یعنی بعدا مثلا الان دیگه خندم میگیره که میگه آقا دیدی به وعده عمل نکردی آقا این فقط مال همون موقع بود بابا آیزنهاور میگه uh, planning از اوریثینگ برنامه ریزی همه چیه برنامه هیچی نیست آقا شما اگه نتونی اگه قدرت اینو نداشته باشی که حرفتو عوض کنی خود جهلی یعنی یکی از خواص جهل هم هست دیگه آره. او آره اون خودش میگه که هر دفعه مثلا تصمیم رو نمیتونستی برعکس بکنی 70 درصد وقت رو بذار روی اینکه بفهمی چه جوری تصمیمات بفهمی اشتباهی یا فرضیاتت اشتباهی یعنی خودت رو پروو رانگ بکن اگر میتونست تصمیم میتونست برعکس بشه خیلی راحت 10 درصد در بذار برو چون میتونه برعکس بشه بعدن ولی ببین ما هم حالا اصلا میگن دور میدون نشستی میگیم لنگش کن ما واقعا مثلا خودم اصلا این احساس خیلی بدیو دارم که آقا من هرچی اپینین دارم این حرف نمیزنم اصلا اصلا سر اروا من اینجوری بودم که بابا من اصلا نه سر پیازم نه ته پیاز حالا پادکست پیاز دوست ندارم اینجوری که تو داری دفاع میکنی نداشت من فقط دارم حرف میزنم و بعدش هم اینجوری که مثلا با خودم میتونم که بعد از تو اجازه میگرفتم میدونی یعنی من برگردم به عقب باز این کارو صد بار دیگه میکنم آقا شما اگر بخوای مثلا میگیم زن زندگی آزادی درسته یعنی زن و مرد یکی خب حالا اینو اکستند بکن ال دیگه هزار تا دیگه لیبل دیگه است میگیم اینا هم یکی هست یعنی آقا هر جوری که من بخوام خودم رو اکسپرس بکنم اوکیه این میشه چکیدش دیگه پس آقا ما میگیم ما از میتونیم روی چیزی همه چیز بکنیم چه توافق بکنیم از موقعیت فعلی ایران بعدمون میاد خب حالا فلانی اینجوری خوش اکسپرس میکنه اون یکی اونجوری خوش اکسپرس میکنه آقا توی آهنگر که دوست کردی اصلا بدم میاد چه کردی بیتش اول بی پی امش پایینه بابا آهنگ اون درست کرده برو ریمیکس کن بچه‌ها اگه حال نمی‌کنی یا حالا حالا میتونی اصلا من بحث نمی‌کنم سکت... تو همه کاری میتونی بکنی ولی حال نمی‌کنی برو بعدی دیگه حالا عمو. کامنت منفی تو چی می‌خوای بذاری برو بعدی گوش نکن آنفالو کن میدونی چه فاز فاز چیه یالا یعنی دفعه اول که صحبت کردی لات پشت کیبورد دیگه قضیه دیگه آره میگه سگ سگ پرو وقتی که نو صاحبشه تنه دیگه اش بخوش یه دفعه اول که صحبت کردیم گفتم آقا مثلا پیامه مهمه تو مهم نیستی آقا ما خودمون هیچ کدوممون اهمیت نداریم ما فرهنگمون داره خفه میشه کشورمون جایی که فرهنگه بوده فرهنگ مهمه فرهنگ تا ابد و دهر خواهد بود فرهنگ میاد تو تاریخ اینی که مثلا بردرمون دقیقاً چی بود کرز بردرمون ما هزار بار عوض شده ولی فرهنگی مونده ما فرهنگمون داره خفه میشه حالا بیای منو تو به هم بپریم که آقا نه تو اینو نگو تو اینو نگو آقا داره میمیره پیامه رو بگیر تو مهم نیستی و حاشیه رو ببین همین نگاه کن الان بحث من تو راجبه چیه و بحث به جای که الان به چی باشه نشستیم راجبه چی صحبت می‌کنیم تخصصمون داره چیزایی توییتر حالا شو. تازه اتفاقا من بعدش که اومد بیرون پادکست از کامنت ها بیشتر اعتماد به که اوکی پس درست بود چون کامنت ها رو آخه تو مثلا حالا امروز که خیلی خنده بود مثلا اینطوری بود که ابراوان چون الان تحریم شده که من اصلا نمیدونم تحریم که فکر نکنم اینقدر ریال تایم باشه که همین دیروز تحریم کردن الان همه کارا رو قطع کردن دونه ا... دونه باید برم چه کمپانی ها. اصلا امروز حالا اپریشنالایز کردنش خیلی سخته امروز حالا ملت مسج که آقا از دیروز که ابراوان قطع شده تمام وی پی ها کار میکنن و نمیدونم اینطوری منم اینجوری که آره همون فاز اما که از شامپو صحت استفاده میکنم دیگه داره. ناخونم بلندتر شده داره. یعنی داره. یعنی اول نار بزنی سکس بیشتر داری یعنی اینا رو که تو مثلا میبینی اینجوری که خب پس تو اصلا از اون دید داری نگاه میکنی که حتی میدونی آدم از چی میسته که یعنی اگه پس فردا ابر آروان هم واقعا اگر گیلتی و گناهکار بود ولی نه به خاطر اونی که تو فکر میکردی بوده به خاطر یه چیز دیگه مثلا بوده بعدش هم خیلی خنده است مثلا بعد من میبینم ملت دارم سعی میکنم اکسپلین هم بکنم حالا من به کسی تیکه نمیندازم من اتفاقا خیلی یاد دارم میگیرم از تمام حتی این مخالفت هایی که داره میاد و مثلا یه چیزی که بود اینطوری بود که به نظر من که قضیه خیلی ساده تر از اون چیزی که ملت میان میگن این بس تکنیکال اصلا اینا نیست یه تارگت ایزی خیلی راحت جلو چشه، برای هم, خیلی راحته که بهش بپرن دارن هم میپرن و برای خیلی کمپانی دیگه اتفاق شاید واقعا هم باید ببین اتفاقا یکی از بچهای خود اروا من گفتش که اگر یکی از بچه نبود ولی یکی به من گفتش که اگر با فیلتر کردن ارباوان ارباوان میره اگه با فیلتر کردن ارباوان خوندا میرن بذار فیلترش بکنن میدونی یعنی یه همچین،, یه همچین قضیه یه دیگه بتاقید. و یه نکته هم وجود داره اینطوریه که مثلا من سعی کردم حتی تو پادکست من خیلی غیر مستقیم هی به این موضوع بپردازم ولی فکر کنم آدینس من بعضیشون شاید این قضیه رو درست متوجه نشدن چون همین اومدن گفتن سوال کردی سوال تو اونو پرسیدی ولی ما متوجه رابطش با چیز نشدیم با اون شرکت آلمانی نشدیم اینا تفره رفتن بعد من اصلا اینجوری هم که داداش من دارم خودم غیر مستقیم تو اون پادکست دارم سیگنال میدم که معلومه که ما همه که تو ایران کار کردیم یه شرکت سوری باید داشته باشیم که کریدیت کارت رو ازش بگیری بابا با هر با گوگل آنالیتیکس هم میخوای واسه کنی یارو داره تو ایمیلت میگه که بقول کدوم شرکتی چیکار باید بکنی فیلتر داره میکنه برات آدرا... یه دیتا نمیتونی برای همش یه آدرس یه بیلینگ آدرسی دارن دیگه درست. نمیتونی آدرس و بیلینگ آدرس تو بزنی ایران تهران که دا. خب و من دارم یارو یارو جلوی من که نمیتونه بیاد بگه آره داداش شرکت سوریه و هی همه میان میگن که انتظارش هم بیاد بگه مثلا سوریه میدونی و بگه که همونو میبندنش رسما در جا میدونی و خیلی خنده داره که آدینس من فکر کرده خیلی مثلا الان تو دادگاه لاهه نشسته داریم اینا رو مثلا ما صحبت می‌کنیم اینا دارن همه خیلی راستون نمیتونن میدونی و من اینا رو میبینم یعنی یعنی چون میبینم آدینسم رو این حسابا فکر میکنه اونا گناهکارن میگم پس اگر به اون دلیل داری فکر میکنی نه نم. فکر نمیکنم پس نظرم با نظر دیگه کی باشه ممکنه سریع بحثای دیگه باشه ولی با این اتیتود که تو فکر میکنی به خاطر این جواب و به خاطر اون سوالو یا مثلا یه ایمیلی زده بودم مثلا ایمیلاشون اخه اومد بیرون ام. خب یه هک شدن و یه چند کمپانی دیگه هک اومد بیرون بعد که بماند که میونه لای اون ایمیل قشنگ چهار تا اسم شرکت مسئول فیلترینگ دایرکتلی اومده راجع اونها حرف نمیزنن ولی اسم این که تو اون لیست نبود اومده بیرون ولی چند از ایمیل ازشون اومده بود بیرون و یارو مثلا زده بود که آقا لطفا مثلا از این نظارت اومده بود که آقا لطفا مثلا این آی این آی فیلتر کن که خب اینجا هم اگر اینجا هم به تو ایمیل بزنن تو هم باید بکنید دنیا باشی باید دیگه بعد یه خودشیرینی تو ایمیل بود سرویس های خودی اونایی که رو سرویس های خودشون هاستینگ بودن و باید مثلا میبستن که راتش بخوای بری تشو بگیری نصفشون مثلا از سر فیشینگ و اینا بوده یارو واقع مثلا داشت واقعا مثلا داشتی یه خلافی داشته داشت 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 یارو سایت داشت 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 میکره اینا میمه زدن باید اینا رو ببندی یعنی اینجوری نبود که حالا این کیلو کیلو بخوام ببندن دفاع نمی کنم دل دارم میگم اینه قضیه و بعد یارو اومده بود که آقا ایمه زده بود که سرویس مورد نظر محسود شد امر دیگه ای باشه در خدمتی بعد خب خود چیرینی احمقانه هستی من که منم میشونم آخه داشتین چه حرفیه داری میزنی آخه یعنی چه امری دیگه هم در خدمتی و همه هم حالا اینو سوژه کردن یعنی شده تیک کلام ملت که زیر هر پستی و هر کامنتی راجع به روان اگر امری باشه در خدمتیم با یادم روحانی رفته بود پوتین رو ببینه ولی بذارین تموم کنم ولی خیلی دور از ذهن یعنی من با پرسم یعنی من خودم با یک از بچهای تو اروان اینجوری که داش این چی آخه یارو گفته بعد گفت آقا دیگه از این به بعد ما تمپلیت داریم بچه‌ها کریتیو نزنن بعد ما خودمون هم شرکت داریم دیگه من خودم میدونم مثلا دیگه تو ایمیل هایی که مثلا ریپلای میکردم بچه‌ها تو شرکت اون موقع از کمپانی هنوز براخ خب اینا خیلی اولین بار بیاد اتفاقی باید بیفته که بعد تمپلیت براش درست بکنی دیگه خودمون اینجوری که این چرا اینو گفتی چرا اینجوری جوابشو دادی بعد تمپلیت درست میکردی میتونم حق نمیدم ها. حق اصلا خیلی حرف کوشری رو زده میدونی ولی میتونم بفهمم یه نفری یعنی تو نمیتونی بس بدی به کالچر کل کمپانی یه نفری احمق بوده نمک شده فاز قدرت و رفته فیلکی کرده اینم اومده مثلا زده آقا دیگه باشه در خدمتیم ولی ما که می حالا چیز که نیست که شرکت آلمانی که همه چیز رو حساب کتاب باشه با, با ایرانیم دیگه ما خفنن شرکت ایران خود رو اداره کی داری گیر میدی میدونی یکی اومده یه ذری زده حالا داری دهن همه دارم هم سرویس میکنی باز هم میگم اصلا دیگه خودمو کرک نمیکنم آخرین بار که خودمو کرک میکنم ولی باز هم میگم اصلا من نمیگم من هم هدفم یاد دارم میگم ولی با توجه به دیتایی که میگم عقلم داره من میگه که اصلا خدای جمهوری اسلامی ای که ما تو الان وایس نمی داریم گیر میدیم به ابروروان یعنی من میگم که الان اونا دارن برنده میشن که ما رو انداختن به جون ابروروان دقیقاً ببین آقا شما اگه میخوای یه سیس... آه... علیه سیستمی ببری اگر مستقیم تو همون چنلایی که اون سیستم برات درست کرده باش کامیکیت بکنی داری بازی اون سیستم رو میکنی تو نمیتونی بری تو کازینو علیه کازینو ببری the house always wins متوجه من نمیتونم مثلا بیام توی ترای بخوام مثلا ترای با از داخل عوض نه آقا like, هر جوری که تو چیز کردی تو ستاپ کردی you have control over that channel اصطلاحا یا آقا شما you have to exit the matrix باید از matrix بیای بیرون اون بازی که اینا درست کردن میگن آقا زین بعد این دشمنه به این فش بدین همین با اون کس کشه دانشگاهی داشت آقا بازی اون بازی نکن ببین بعد بیشترش هم وید آدم هایی که مثلا من تو این داستانی که اتفاق خشم ها آره بازم ما دو... نه منم حق میدم دور گود نشستی میگیم لنگش کن و واقعا ام. سخته مثلا من نگاه نمی کنم چون نمیتونم هندل کنم تو نمیتونی نگاه نکنی توشی میفهمم ولی آقا کار تو سختره نرین بش. آره ببین من اصلا داشتم بخوام فکر میکردم که آیا الان اولا که من بعد از این حرف رو زدن اونجوری بود گفتم پس یعنی پادکست من اینقدر پاپ یعنی من اینجوریام که حرف انگار حرف من سند یعنی من اینجوریام که پا پادکست اینقدر پاپولار شده که حواس دیگه باید باشه چی میگی بعد اینجوری بودم که آیا این پادکست قرار من عوض کنه حالا من باید مثلا یه حواس هم باشه چی بگم و چی نگم و اینا سهیلی که بعد تو این چند سال میشناسم فعلا برای این پادکست عوض نشده ام. حالا به عنوان نشتی هستی. یه دیتا نمیدونم حالا پونت. این تعریف تمجید ف به نظر من عوضت میگه آره. تو؟ <تصفح> دقیقا دقیقا و بعد ملت باید اینو درک کنن که من بعد ببین خیلی خنده داره این بحثی که تو تریبون دادی من همین کارم هم میتونستم توی توییتر با یه دونه مسیج من بزنم یه دونه اونا جواب بدن اونجا دیگه تریبون نمیشد یعنی من فقط میدیومم حالا ویدیو آدیو و آدیو و نمیدونم ایناست تو میتونی همین کارو تو توییتر هم بکنی ببین اینجا یه چیز تو تورنتو یه دیبیت کال مونک دیبیتس قبل از اینکه اوباما چیز رئیس جمهور اومد صا ادمای خیلی گولاخو میاره خیلی وقت پیش مثلا این دفعه جورن پیترسون اورد تظاهرات دون اونجا چه این چرا به این چیز دادی میساج نسترن آفرین مثلا, مثلا جورن پیترسون خیلی مثال خوب زد آره, آره. آره. مثلا آقا این چی میگن بچا ما شاید اینا رو دیدیم انقدر برام عجیب بی تریبون دادن به آدم مخاطب من مونده بودم تو چرا قاتی کردی کسرت میگه دو تا چیز خوبم میگه من میخوام هرچی بشم. حالا اینو بازم میترسم حذف کنم آقا یه دفعه اومدن استیو بنن آوردن نمیدونم استیو بنن میشد یا نه این برای اونه که نمیشتسم این زمان ترامپ یکی از آدمایی بود که واقعا یه چنل خیلی قوی داشت برای آدمای خیلی راستی الان داریم چیز آمریکا رو میگیم نتفلیکس براش داکیومنتری آره دیگه برایت بارت بود اسمش این خیلی رایت وینگ بود دیگه مثلا دیگه میتونی بگی ناسی بود خیلی فاشیستی ناتی چیزی بود مانک دیبیت اینو آورد اینا دیگه هیچ من کسی رو دوستش داشته باشه دایجست نمیشن هضم آره نمیشه داغون آقا من تا اینو دیدم سری تیکت خریدم سری رفتم آره بعد اگرم اینجوری چهجوری جوری پادکستر اینقدر ویو میخوره یعنی داری میبینی پس دیگه نمیشه بگی مارکتینگشه مارکتینگشه بعد طرف یادم اومده مثلا ما تو صف بودیم داد میزد تو صورتت مثلا من تا مثلا سه تا غذای قبلی شده احساس میکردم این کوسش چی خورده هاو ار یو سپورتینگ دیس guy فلان من ریدر چند جان کتاب بخون آره یعنی آفرین حتی مثال پادکست با کتاب خون یعنی کتابم نده بیرون جمهوری اسلامی آقا آقا چی سلمان رشدیه رو اصلا کتابش نخونین مرتد کتابش خون من نخوندم <تصفح> من خلاصه چه خوندم انتقاد شیطانی آره ببین اتفاقا انگار مثلا مالکم گلادو بیاد یه کتاب بنویسه که بگی آقا این فکتا توی قران اشتباهه من اینجوری این فهمیدم از این ولی آخرش آقا تو چرا میخوای صدای طرف رو خفه کنی؟ یه از... دیدی یه چیزی توش بود یه دیدی خودش سلف شتین کرد تو صدای خودش خودش به خودش رید یه سال چرا باید؟ شا... خب الان اتفاقا سوالت جالبه اتفاقا بیا کم دیپتر بشه بارشون بجه که اینقدر تیکمه بندازیم که چرا اینقدر مردم دارن مثلا اینطوری خودم آره دقیقا داریم همون کاری هم میکنیم که آفرین ولی شاید، به مثلا چرا ملت ترس از تریبون دادن دارن؟ یعنی شاید ممکنه یارو نظر, چن... نظر کسایی که خودشون با انتخاب خوش میزن گوش کنن ممکنه عوض شه یعنی ترس از اینه، ترس از چیه؟ ترس از, ترس از اینه که تو داری به اینا آ... چیز میدی مثلا آ... اینا رو داری، لجم... چی... کلمه فارسی چیه خداوند تو داری اینا رو مشروع میکنی <تصفح> نه ولی واسه چی ترس از اینه که حرف نزنن؟ یک نوع تایید به نظر میرسه یعنی <applause> مثلا من اگر دارم با این یعنی یک نوع تاییده صادقانه بگم نمیدونم ولی اگر بخوام آنالیزش بکنم یه چیزی بگم ما هممون خسته ایم میخوایم این تموم شه خیلی سال همه دارن اذیت میشن بعد هر چند وقت یه بارم دوباره هر چند سال یه بار یه چیزی پیش میاد چند تا آدم فوت میکنن داغوم میشه یه مامورای انتر میاد همه این چیزا هی داره پیش می سایکل دیگه بعد هی هم یه ذره داره بدتر میشه این به جای میرسه که اون نظامی هم که گفته آخه بهش میرسه جوری که من احساس میکنم من میگم دور میدون بین لنگش کن هیچی لایک جنرالی like من خیلی آدم جاهلیه ولی احساس میکنم دلیلی که اینجور رفتار رو ما داریم میبینیم اینکه طرف از درد خسته است میخواد تموم شه احساس میکنه این فشار رو به تو بیاره تو مثلا بیشتر بگو بدتر بگو فلان درد خودش تموم میشه ولی نه ما باید دیزر صبور باشیم متوجه من احساس میکنم درد است دردش سخته واقعا ام. هم سخته حالا میگم ما کمتر درد رو میکشیم تا شاید هم مثلا داش منم بزنم بکشن منم همینجوری رادیکال بشم یعنی شاید ام. که نه کاملا. میشم کاملا من خیلی که خیلی یارو میشناسم که خانواده فکر کنم من داشم باشه حالا تو بیا من بگو بیاین بشینیم با هم فکر بکنیم ببینیم جمهوری اسلامی آیا ای آره دو... نمی‌تونیم. اصلا چی کار انسانیت انسانانه ای نیست اصلاً, اصلا اشتباهه متوجه انسان بیمرامیه مم. که بیای مثلا همدردی با طرف نکنی که چه حال بدی داره بیا بهش کباب بخور بسته بخور نمی‌تونی خوب این کار بکن به نظر من اونه چون ببین بازم میگم من فقط میتونم ببین مادر من یه حرفی میگفت میگفت شما میتونی تمام آینده تو چیز بکنی پردیکت uh, بکنی پردیکت میشه پیش بینی کنی پیش بینی کنی. شما میتونی فکر کنی یه کسی چرا یه کاری انجام داده اگه تمام اطلاعاتش رو داشته باشی میفهمی چرا انجام داده ولی میتونی بازم باش موافق نباشی همه این کارا رو میتونی بکنی وایس وایس یه تک یا آخرشه همه این کارا میتونی بکنی ولی نمیتونی تجسم کنی احساس طرف چیه اون خیلی از دیتاش احساس است ما این آخر نمیتونیم چیز خود احساس خودمون نمیتونیم برن. من این حرفی که زدی منو یاد یه تی شو از بیلیونز یه جا بود اکسل را با اون یارو داشت صحبت میکرد بعد اون داشت پیش میگفتش که داشت این اینوستمنتی که داری میکنی این سرمایه گذاری که داری میکنی خیلی سرمایه گذاری غلطیه و ایناست همه گوش میکرد و هر دلیلم که میورد یارو میگفت آره میفهمم آره می درست چرا درست میگی و اینا بعد یارو گفت پس این سرمایه گذاری دیگه گفتش که آه آه I get that. Let's leave it there. میدونی یعنی من گرفتم چی داری میگی ولی اخدا. چون حالا دارم میفهمم معنیش این نمیشه که من باید اون کاری که تو فکر بکنم دقیقا. من تمام نظرات شما رو راجع میفهمم ولی معنیش برای من این نمیشه که مثلا من نباید با یارو صحبت بکنم ببین همیشه این تصمیم و این قابلیت داری که تصمیم میگیری چه بازی بخوای بازی کنی تو چون میگی من باید این کار بکنم من تصمیم میگم نمیخوام من یه جور دیگه میخوام یه کاری بکنم شاید نه من خودم شخصا نمیدونم چه جگوی میتونم بخورم رسما نمیدونم اگه میتونستم میرفتم نمیدونم بخونم. اینو بیاد بالا بکن تو حلقه چون صدات خیلی آه. بال میشه باشه باشه. باش. ببین مثلا دوباره اتفاقاتی که مثلا توی این قضیه افتاد خیلی آجی مثلا اینقدر خیلی حال کردم من خیلی چیز می زیاد گرفتم میدونی یعنی کرکترهای خیلی آدم رو خیلی از آدم رو دیدم و به نظر من وقت یادگیریه ولی حالا شاید به موقعش دیگه میدونی و من واقعا به نظرت همه اعترام میذارم آخه حاجی مثلا حالا من پوستر رو گذاشتم آخه قبل از من قبل از اینکه با اینو برم صحبت بکنم یه پست گذاشتم که یعنی ما... ما الان داریم راجع به ارباب صحبت نمیکنیم کنیم ما داریم راجع رفتارشناسی رفتار شناسی آدم ها صحبت می کنیم آره. این... مثلا من یه پست گذاشتم آقا من میخوام با ارباب صحبت کنم سوالات رو بپرسین اصلا خیلی آنکسپیکتد و خیلی غیر منتظره من اتیتود و نظرات ملت که چی کار داری میکنی چی کار میکنی اصلا اینجوری که چی اصلا این بیشتر منو چرممو انداخت که حتی این کار رو انجام بدم و یعنی ولی با مثلا با هم هم که مشاهده میکردم اینجوریه که سوال میدونی که اگه با صحبت بکنی که دیگه آم... چی میشه اعتبار تو ممکنه از دست بدی از این داستان گفتم شور چی کار کنم و قرار اعتبارم اینجوری به دست بره بز و کدوم اعتبار دوستش من اصلا داشتم پادکست هم دارم ضبط میکنم this is my life میدونی من i'm not that guy anyway و توی اون قضیه بعد از اینکه، بعد من اینجوری هم که خب اونا که حال نمیکنن خب گوش ندن دیگه میدونی چه فاضیه داری که من گیر میدی حال نکردی گوش نکن دیگه میدونی بعد اون موقع که اینو ریلیز کردم من به قول تو که میگفتی تو اسلک تو چت یه جوری مینویسی ولی یعنی یه جوری دیگه میخونه آره. من نوشتم که آقا اگر با این پادکست حال نمیکنین گوش نکنین لحنم همین جوری بود اگر با این پادکست حال نمیکنین گوش نکن دیگه نه یا اینجا 200 یاوه بنویس و فوش بده و نه گوش نکن برو بعدی آره. از نیازی ندارم تو بخوای فوش بدی و خیلی هم رو من تاثیر نمیتونی بذاری بعد اینو که من نوشتم چون ببین بسته بودنت به فوش ها یعنی تو کامنت ها رو میبینی میگم فوش 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 فوش, 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 فوش. و خیلی خنده بود حالا من که اینو گذاشتم ملت یهو دموکرات شده بودن او عجب جمله اگر با این پادکست حال نمی به من گوش این چه حرفی بود من اینجوری که برو با با دهنم الان سرویس کردی نه فوش دادی حالا من اینو اینجوری نوشتم که خیلی هم تازه محترمانه است واسه من حقوق بین الملل رو نمیدونم یعنی خندت میگیره دیگه ببا. یعنی این تناقض رو وقتی می‌بینی، این تضاد رو وقتی تو می‌بینی، اینجوری که خب پس ام دوینگ دی رایت ببین یکی از بدترین مدل حالا ریسیزم ریسیزم نامساوات دیگه یعنی یکی از برتر... یکی, بر... یکی دیگه برتره میگم این ابسترکت بگیم یکی بدتریناش آپارتاید بود دیگه خب که بدتریناش بود حتی مثلا ایران هم میتونی بگی آپارتایده متوجه این آپارتاید اسرائیل آپارتاید داره همه این چیزایی که یکی من مثلا عرب و عجم داری منو تو داری اینا و اونا اینا همش قسمت های آقا آخرش وقتی که به حالا خیلی هم سخت رسیدن به جوابش ولی آخر همه رو بخشیدن این خیلی جالب بود تنها مدلی که کار کرده و مونده اینه از رفیق مثلا آفریقا جنوبی هم زیاد دارم از هر قشرشون خیلی جالبه مثلا بعضی هنوز کینه دارن ولی خب میگه دیگه این قسمت ما این بود که ما باید همه رو بل به نظر من راه درسته اونه آقا شما هر نظری داری مخالفی موافقی میخوای سر به تنم نباشه میخوای گل بزنی من حرفتو میام گوش میدم I will always hug you Always I will always hug you من همیشه رقار... پایم بغلت کنم میخوای بزنی من میخورم It's fine ولی به نظر من راه درسته اینه مم. آقا به من مسیج بزنین به هر کسی میخواد من 15 دقیقه باش حرف میزنم جز بکش بهم. به جز عشق ورزیدن ما هیچ کار دیگه ای که بکنیم. تنها کاری که شخص من میتونم بکنم اینه و چون واقعا عقیده خیلی قوی دارم که آقا راه راه درست محبت است چون آقا باید عوض کنیم این زنجیره کسشیر تاریخی که ما داشتیم باید این عوض بشه. ام. به نظر من محبت است. اگر شما ناراحتی زنگ بزن به من، هر جا هستم به من بزن. من 15 دقیقه میذارم شما هر چیزی خاصی بگو. حالا شاید بعدش یه ساعت و بیشتر ملیتیت کنم که از که گفته سنم بره بیرون ولی دوستان در جریان هستن که بعد از آزادی و حالا دادگاه و مادگاه و اینا همه رأی دارن یعنی اینو نمیدونم ما آدم در جریان هستیم که از مریم رجویش گرفته رأی داره آخونده هم رأی داره کنی. همه باید رای بدن یعنی اینو امیدوارم همه متوجه باشن آقا گیریم آزادی به ما معنی آزادی رو نسبی فهمیدیم واقعا آره. آزادی من آزادی تو آره <تصفن> <تصفح> داش آزادی دشمنت هم رقه, رقه آره. داره آره داشتم با یکی حرف میزنم چند روز پیش ایرانی نبود و خیلی جالب بود میگفت آ اینا دست. حد... من دو تا توییت خونده بود دیگه سال می‌خواست بگه چطوری ولی اونم قاطی کرد یه <تصفح> <تصفح> دو تا اما بدتر بعد زدم گفتم آقا به جایی باید برسه که به نظر من اصلا اینکه حجاب اجباری هیچی شخصا من چی چی اجباری دوست ندارم حجابم نباید اجباری باشه ولی به جایی باید باشه که دختر اگه میخواد تو بیکینی تو تهران را بره خانم چادری هم باید داره را میره اینا باید با هم رفیق باشن اینا باید با هم اوکی باشه اینا باید با هم کاملا همدیگه رو اکसेप्ट بکنن یعنی در حدی که آقا من ارزش تو رو قبول ندارم ولی انسانیت تو رو محترم میدونم ما باید اون برسیم ویژن اون دیگه اینا به طرف گفتم ترک خورد گفت چه جوری گفتم آقا ویژن اینه ولی جنبه بذار پیدا کنی. توی 60 روز این همه تغییر کالچرال دادن خیلی زیاده میدونی یعنی مخ... ما هم انتظاراتمون بود الان تو در دیگه تو سقف الان همین دختره که اومده بود با تقریبا با با دامن اومده بود و با همه گفتن نه تو حالا فالو داری میکنی یا نه مثلا گفتم پرستو جمهوری اسلامی و اینا یا اینجوری که اگر اگر این, این یا این الان این حرکت الان خیلی سریع بود یا زود بود و میشه فهمید داره ببین آخه سخت دیگه شرط اون عجیبیه واقعا راه راحتی نداره راه راحتی نداره شما اگه اون الان میگم همین چیزا رو ابسترکت دارم میگم آقا یکی ناراحت تو از دستت چه میدونم رفیق دوست دختر پارتنر هرچی ناراحتی اگه اول اون انرژی منفیه رو بتونی از بین ببری ابجکتیو میشه ابجکتیو چی میشه منطقی بگیم منطقی میشی بعد اون موقع راحت میتونی حلاجی کنی میتونی همدردی بکنی با طرف بفهمی آقا من چیکار بکنم که مثلا حال تو بهتر شه با میتونیم به یه رزولوشنی برسیم ما الان همه چارج دیم آره خود منم چارج دارم آقا خودم عصبی ام انقدر کوسچه بمینیزم آره دیگه نگاه کن الان 43 دقیقه داریم حرف میزنیم سرعت کلمه بر دقیقه فکر کنم 30 تا کلمه داری تو اون تو بلغور میکنی به خدا میگم از نرسیدیم در مورد تخصص خودمون حرف نه ولی خب موشوار. به نظر من الان الان, 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 الان صحبت کردن راجب موضوعی یه مقداری به خودمون دلگرمی میده که رلونتیم آره. الان میدونی؟ همبستگی درست میکنه آره 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 اون انتقاده اون تفرده آره. درست میکنه من حتی این که دا دا داش داشیام هم دم همه گرم دارین گوش میکنین اصلا دمتون گر واقعا دارین گوش میکنین من کوکو رو برام ریخته بود یعنی اینجوریام که او آجی حواست باشه یه چیزی میگی انگار مثلا بعد انگار حواست باشه دیگه آقا چرسوش تو بودم خیلی خیلی عجیب بود خیلی عجیب بود من مثلا زون اوت میکنم مدیتیت میکنم موزیک و فون. بعد داشتم میرفتم داشی هدفون در آوردم رسما صدای خودش اینم حالا طرف خز و خیل داشت همچین بلاست میکرد وسط هاپما پادکست اون به کنار که بزاره اسکول داشتی با لیسن ما درست اومد کنم بازا بعد دار چند نفر رفتم بعد 100 درصد یارو میفهمه احتمالا کسی که بشنوه میدونه اون بوده تو چند نفر مگه تو اپ ما پادکست اگه بودی عزیز هدفون بذار دمت گرم ولی ببین سه تا اپیزود گوش دادن حالا اون قدم طولانی نبود که سه چهار ساعت باشه چجوری هدفون بذاری داری جمع میبندی دو نفر بودن آره خب کنفرانس بود نازل بحث پشت اپ ما خوب کردن داشی ولی جالبی شد آقا هر جود خاطر بخاطی بشد ولی جالب اصلا همون چیزی که به تو چه آره من, من دوست هردیس من همین هم راجعه همین بخواهم <applause> به تو چه ولی جالب بود که آقا مثلا من رندم اومدم تو چیزه اومدم صدای حسول دارم میشنم من. و سر ما. حال ما کردم خدایی حال کردم یعنی یه رسانه‌ای که بازم داره اکو میشه به خودت البته تو که بیشتر من که مثلا دو دفعه گوش دادم چه خبره خیلی جالبه که مثلا انقدر ریچ درست کردی بچه های شبیه خودمون رو پیدا کردیم یعنی راستش بخوایم، من اصلا یک دهم درصد هم کردیت بر نمیدارم راجع به این قضیه میدونیم راجع و راجع منم نیست راجع به آدماست و مهمونایی که دارن میان و بچه‌ای که دارن صحبت میکنن و شبیه همین دیگه میدونی میفهمم میفهمم این ای چند وقت رفتیم رنگ میکمون یه فکر خیلی جالب بزن آقا رفتی رو رنگ این کمون زده یه کمی یه استانبولی و یه فکر جالب بزنم زده یه رفتم مثلا آقا ایرانی که من میشناختم چی بود مثلا مهد مساوات و مثلا کلابوریشن و اون هم استوانه اونو موجی سیروس آره. مثلا کوروش کبی کوروش کبی در چین فارسیم کپک زده کلن چیز آقا ما چه جوری میتونیم ورژن بعدی رو درست کنیم و یادم چند دفعه مثلا با خیلی صحبت زیاد شده که آقا ما واقعا نلون گفت مثلا 90 ده 40 60 ما نمیدونیم یعنی تنها چیزی که همه میتونیم واقعا منطقی روش توافق کنیم که آقا هیچ نمیدونه شما تو هر مثلا نتورکی بری که کانتنتی که داره ساخته میشه از طرف شخص باشه یو جی سی یوزر جنریتد کانتنت باشه معمولا 595 5 درصد کریئترن 95 درصد اینا کانسومرن اینا فقط استفاده میکنن پس هر هم که میبینی در کامنت می نویسه مثلا 4.5 درصد تا 5 درصد یه ذره است اینا هیچ کدوم نمیتونی بگی از آماری مهمه تو واقع ما چرا نیاییم اگه بگیم این ایران آیندهمون یه ایران بهتریه یه ایران مثلا کاملا محبت داره مرام داره همه دارن با هم درست کلابریت میکنن اگه مثلا کسی و کسی پدرگوش داریم حرف میزنه باشه چی میگن فرش از چونش نمیکشه بیرون این با یه سیستمی باشه که کاملا ترانسپرنت باشه کاملا همه بدونن چی گویی شد فقط هم مخ اسخون آره من میرفت بلاک چین تا خو بلاک چین همش رو میرم بعد خیلی ای... زوده ولی الان که با این چه صفات کاری چه اون که اون بحث جدا میتونیم به اونم بریم حالا یه یه چین اس کاردانو تو یکی از رفیقامون که خارجی بودم اون تو ایران بودیم موقع آره اومد با داشتم چند شب اون بهم گفت آقا ما ما مثلا میتونیم از همین الان خیلی صورت مسئله کوچیک آقا هجاب دوست داری یا نداری That's it هجاب آره یا نه بیایم یه مثلا رفراندم سیستم درست کنیم این سوال سوال غلطی ولی نه هر سوال نه, نه اصلا سوال مهم نیست پیام سوال سوال مهم نیست سوال این که طرف اومده ابراز کرده که ما بفهمیم چه جور مثلا چی میگن های دیگر رو چه جور رو باید قبول کنی متوجه آقا تو زرش پلو دوست داری من لوبیا پلو دوست دارم ما جفت ما کله پاچه بدم گوه خوری برات می اونم با اونم اوکی باشی چه جور چند مدل نظر مختلفه که ماها باید باش اوکی باشیم که بخوایم به اون ایران خوبی که داریم میگیم لا, ولی مدل آمریکا خیلی باحاله به خاطر این ایالت ها ببین مثلا ما تو ایران مشکل خوشم داره نه نه قبول دارم ولی در پیامو بچسب، <laughs> ولی هل هل هل. ولی در ولی توی یه نکته که وجود داره اینه که ببین مثلا تو کشورهای دیگری که نگاه می‌کنی یعنی اگه با کشورش مشکل شده کشور رو باید ول کنه بره هل. ولی تو هیچ چیزی نمی‌بینی آمریکا از آمریکا بره میدونی یعنی تو فوقش ایالت تو عوض میکنی چون ایالت ما میتونی بری حالا اکستریم این هست آره ولی کلا منظورم اینه که مثلا اگرم مثلا حالا تو همین کیس ایران مثلا ایران هم باید مثلا یه جوری درست میکردم مثلا حالا 80 درصدش مثلا حالا حجاب اجباری, اجباری مثلا حتی تو همین سیستم دیکتاتوریش داش 20 درصد هم خالی بذاری نمیخونی رو بکنی بیرون که آخه دقیقاً با چند تا چند نفر داشتم صحبت میکردم نمیدونم چجوری تعریفش کنم گفت دوست نداری برو بابون نمیذاری برن درد باز بفرمایی پول سری ریالم توپوله چی؟ خونم داره به جوش میاد آره آره میفهمم چی میگی خدا ببین حالا حرفمون هم زدیم قرامون هم زدیم واتس من چیکار داری میکنی این کریپتو این اینوستمنت داری؟ من که جمع, جمع کردم اصلا من نمیدونم واجی من کلا به ما نمیخوره نمیدونم میاریم ایران کار میکنیم برجام پاره میکنن نه که حالا بگم از خوشحالی از یا خوشحالم یا ناراحتم ولی برجامو پاره کردن اینوستمنت ها قد شد دیگه اینوستمنت همهمون قد شد, شد, شد آه. 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 همه چی ترکی میاریم ایران کار میکنیم اونطوری میشه اومدیم اینجا الان داریم شروع کردیم کار کردن خوردیم به اقتصاد جهانی فروپاشید و ها الان همه ایمیل زدن که دو, دو سال دیگه هیچ اینوستمنتی انجام نمیشه و نمیدونم ایران یهو انقلاب داره میشه و ما بیا پول تو کریپتو میذاریم یهو کریپتو میریزه و چند چندی تو پول مول گذاشتی ببین آره جوری که مثلا چند تا پرنسپل کلیه برای اینوستمنت من اینا رو فقط فالو میکنم نمیشینم کتاب خر بخونم مثلا یه الگوریتم چیزا بیسیکو تو بگیری معمولا بهتر از ابرش کار میکنی آقا شما هر موقع اینوست میکنی باید لانگ ترم باشه من هیچ وقت نمیدونم مثلا یه دو نه که الان نمیذارم قبلا این کارو گوار خیلی خوردم نمیام مثلا یه پول بذارم که یه دلار بذارم دو برابر شه میذاری که آقا دس دس لوکس گود من میخوام این لانگ بشه من هر دفعه کریپتو میاد پایین بیشتر میخرم پوزیشن ها <بزید> رو چک میکنم ولی هر دفعه دلار کاست اوریج میکنه آره دیگه دلار دلار کاست اوریج هم دقیقا نیست ولی هر دفعه میدونم دپ میخرم مثلا ام. چند تا چرا تو اوریج تو داری میری پایین دیگه ولی آره ولی تو average... چیزه آ... ولی به این تکنیک اصلا میگن دلار کاست اوریج دلار کاست اوریج تو مثلا مثلا دلار دلار بخری این 1000 دلار رو خرد کن به 10 تا هر هفته یه مقدارشو بخری که اوریج بکنی من دارم I'm just buying low selling high ولی I never sell آره. من برعکس تو I'm buying high selling low آره. 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 fear of greed است مانگرم میگه میگه هر, هر دفعه مردم میترسن تو greedy شو greedy چی میشه فارسی؟ تمع آه درسته تمعکار هر موقع همه میترسن تو تمعکار باش هر موقع مردم تمعکارن تو بترس greed is good یه جمعه معروفی ولی greed is good اگه پولی یکی دیگر موقعی بگیری فیروش میگیری و خیلی جدی تو پرایوت اکوتی ندارم کار میکنم پرایوت اکوتی فاش اصلا نمیدونم چی میشه چون سهم شخصی شرکت هایی که سهام های خصوصی رو واگذار میکنن یا یه شرکت شرکتی که مال خودشونه سهام های شرکت خصوصی رو میخرن تقریبا آره مثلا اینوستمنت ویکل دیگه هم ترمه گذاری میکنم شما تو پرایوت اکوتی نگاه بکنی البته ریپورتش خاصی بعد میفرستن نشستم جویدم اینا رو هیچ وقت خیلی کم پیش میاد خود فاند اینوستر پرایوت کودی پولدار بشه فاند منیجرها میلیاردر میشن برعکس وی ال پی پولدار میشن جی پی ها خود وی سی هیچ وقت پول خاصی گیرش نمیاد مگه اینکه انجویسن باشی حالا تو این پرایوت یادم میگم گریت صحبت بات آره آره تو کریپتو هر موقع دلاغ او مای گاد داغون شد بکش بیرون بخر همه ترسیدن شما تمکار باش هر موقع همه آقا بخرین لامبورگینی ولی برای بفرش. ولی برای اولین بار توی دنیای فایننس و این داستان چون همیشه میگفتن کش از ترش دیگه اره اره. الان شد الان دوباره کش کینگ دوباره برگشته اره اره. و اره اره. یعنی من خودم واقعا اوضاع جالبی دیگه ندارم یعنی همه پولامو من خیلی روی ایتریوم بت کردم و قبولش دارم و باورش دارم به خاطر اینکه نه که قبولش دارم به خاطر اینکه بیت کوین فقط یه فرمی از استوریج ولیو یوتیلیتی نداره کاری باش نمیتونه کنی یوتیلیتیش والیو استوریج استوریج ولی ایتریوم والیو داره مثلا اون گس آره. آره. آره آره و من خب خب یه یعنی مقدار بیشتر با ایتریوم حال میکنم تا بیت کوین یعنی بیت کوین مقداری واسه ایناست که فقط پول بده بخرم اینوست کنم آره. ایتریوم یعنی یه یعنی مقدار یعنی یک یکم هم... یکم دارید بت میکنید یکم دوست تو بازی هم باشی بیت کوین تو بازی خیلی نیستی ولی ایتریوم بازی کم تو بازی این آخ بستگی داره از دید خودم ها البته اگه از فلسفی میخوای نگاه کنی آره اون موقع بتش بت احساسی گرفتی اگه فلسفیه اگر به عنوان اینوستمنت ویکون باید نگاه کنی آقا پورتفولیو تیوری همیشه یکیه شما ریسکاتو باید بالانس بکنی باربل استراتژی باید داشته باشی هزار تا کتاب روش هست نسیم طلب خیلی در مورد اینا نمیشه فکر کنم ایران تعریفش کرد باید وای نسیم مم. طلب ها. خیلی آدم گولاخیه خیلی رو پورتفولیو استراتژی نوشته شما اگه های ریسک پروفایل کریپتو نباید زیاد توش پول بذاری من تو هایرس پروفایل همیشه کریپتو خیلی های ریسک دیگه من هر موقع چیزی میشه یه ذره میریزم توش ولی خب مثلا اینوستمنت ویکل های دیگه است که داره این چیزا رو استدی میبره بالا من زیاد نگران نمیشه من هر موقع میبینم فقط پاپ کورن بگیریم بخوریم حالش بریم نگاه میکنم به الان چیکار داری میکنی ولی تو یکی از آدمایی هستی که واقعا مثلا من یادم اولین باری که من تو زندگی میت کردم ایران مثلا تو اینجوری بودی که مثلا من تو مثلا اینجوری بودی که سلام مثلا من وحید هستم مثلا من میگم سوال هستم بعد مثلا من ریونو زده بودم من که این استارتاپ سوممه هم مثلا یکیش قبلا مثلا چه میدونم امریکا بود یکیش قبلا چین بود یکیش قبلا مثلا کانادا بود بعد تو اینجوری بودی که من وعید هستم استارتاپ 126 اممه هم تو اینو که گفتی اینجوری گفتم با... معلومه داری یاوه گویی میکنی یا اگر هم داری درست میگی که ریدی میدونی <تصفح> بعد و بعد الان این پترن هم دارم دوباره توت میبینم یعنی الان اون موقعی که من این کانادا تو هی رفتی اومد اینجا الان موقعی که من کانادا هم دارم روی این کمپانی کار میکنم تو کمپانی سوم چهارم میتونی داری سویچ میکنی آره. چیکار داری میکنی من آره. خدا um, چیزی باید بگم من سه ماه پیش من یه مدیتیشن ریتریت هست خیلی دوست دارم ده روز حرف نمیزنی در روز تو روز فقط شما داری مدیتیت میکنی اسمش ریتریته ولی اصلا راحت نیست سخت داغون میشه ویپاسونا آره دقیقا من چند ماه پیش دادن هفته دیگه دو هفته دیگه یک دیگه هم میرم من چند ماه پیش رفتم یه دونه و هدفم این بود که بیام کمبودای شخصیتمو ببینم این سکیوریتی رو ببینم چیزایی که این سکیوریتی معمولا پیدا نمیشه تو میبینی که داری همچین جوابی میدی ناراحت شدی فلان چیز بهت برخورد اینا همش این سکیوریتی میشه آقا این سکیوریتی خودم میخوام ببینم دوزارین یه سری جالبی چیز خیلی جالبی پیدا کردم توش مثلا الان چه میدونم 12 15 ساله من چیزم یا مثلا اگزیکتیو جاب میگیرم تو ستارتاپ های مختلف یه مثلا با اون یکی دو تا چند وقت پیش زدم چنگی به دل نزد اوکی بولا چنگی به دل نزد فهمیدم که میترسم که برم یه کاری بکنم که توش هیچی حالیم نیست یعنی احمقه باشم وقتی دارم این کاری میکنم شما وقتی اگزیکیتیوی کاری هزار سال مثلا کار کردی باش میری تو چیز داری چی میگن اثورتی uh, داری چی میشه اون تاپیکی که تو من پرادکت منیجمنت کار میکنم رو پرادکت منیجمنت خیلی مثلا میتونم مانور بدم خیلی چیزا رو میتونم حرفی برای گفتن دارید. آره مثلا تجربه اش از فلان ولی شما فاوندری هر روز یه مشکل جدید بلدم نیستی هر روز like, هر روز باید چیز کنی که آقا من الان از اول دارم شروع میکنم اینو یاد بگیرم من کامفورت زونمو نمیخواستم ول کنم برام دوباره استارت اپ جدید بزنم چون از اون میترسم اینو حواسم بهش نبود بعد بعد از این چند ماه پیش که رفتم الان روی مثلا دیوارم زدم فاوند اور دای یعنی بونیان گذاری کن یا بمیر قشنگ اینو گذاشتم یه چیزم الان فازمینه که دیگه جواب اسیشکی نمیگیرم تچیم تر یاد ترن داون میکنم یه کانسالتینگ پرکتیس دارم فرکشنال سی پی او خیلی چیز میز ازش میاد مثلا کمپانی ها مثلا کمک میخوان الان فازم اینه که دارم مثلا حلاجی میکنم کمپانی بعدی چیه و ممکنه یه چند ماهی برم مایمی با یه فاند آمریکایی مثلا یه کمپانی خیلی دقیقیه بزنم حالا میتونم پرابلم ستو میگم براتون مشکلی برام نیست حالا قبل از اینکه پرابلم ستو برسیم آی دارم دو تا پرایوت فاند که پارتنرم توش وینچر پارتنر یه فاند تو باستانم بورد دارم من مثلا با چند تا کمپانی مسخره بازی می‌کنم اکثر کارا اینجوریه ولی هدف اینا مثلا 10 درصد هدفمون بنیان گذاری است بگم چیزی جو پرابلم استیت شو شور sure. سوالی که ازت دارم میخوام بپرسم بگو. اینه که حالا با توجه به اینکه همش مایندستی داری که یه چیزی حتما بنیان گذاری بکنی به جای اینکه جوین بشی توی ایران آزاد برمیگردی یعنی اگه پس فردا ایران با آزاد بشه برمیگردی ایران و آی اونجا کاری میکنی؟ خیلی سوال خوبیه um, ببین باید تایم لاینش نگاه کرد من, نمی... من این سوال رو خیلی دوستم چند نفر من خیلی جدی پرسیدن یعنی جدی که هست قضیه ولی اینی که ریالایز انگ... شده انگار یعنی به واقع جواب تو... درستش آره است خب ولی نمیام استارت از بیخ بزنم بریم مثلا کاکروچ بکنیم سوسکی مثلا داغون شیم فان ریس کنیم نه آقا نمیزنم همچی کاریو میام مثلا اون آدمایی که مارکتو میشناسن حالیشون پول به اونا میده نه خب ایران آزاد الان تو هاجی هر کاری الان انقدر خوشگه هر کاری میتونی بکنی یعنی انقدر بیزنس ایده هست که نمیخواد اینوویتیو نمیخواد باشی یو جاست نید تو دو میفهمم میفهمم ببین چند تا مودله. شما میتونی سارو فاوند کنی شما میتونی اینوست کنی شما میتونی جفتش با هم انجام بدی مثلا این کمپانی که دارم میرم تو بیمه کار کنم فاوندریه استارت اپ اینا ایده های خودشون فقط رو فقط رو چیزای پول میذارن من یه همچین کاری میکنم من نمیدونم انرژیشو خواهم داشت بشینم دوباره از بیخیه یه چیز جدید درست کنم اصلا داد بومی سازیشو نمیفهمم من یه دیگه بزرگ شدم ولی اون شخصی که قشنگ پرابلم رو میفهمه اگر من میتونم تجربه بش کمک کنم داون بتونم مثلا اینوست بکنم پرفکت نه ولی قبول حالا خیلی تکنیکالش نکن نه میدونم میخوام میخوام بمونم که اگه بری بری, اگه بری ایران مثلا فکر چی چیکار می‌کنی میبینی چون خیلی ایده است تو میتونی از مجوز حالا مسلما ما داریم یکم با کلمات هم بازی می‌کنیم ولی مثلا منظورم اینه که تو از ورود جک دنیلز و مشروبات الکلی و اینا گرفته تا حتی اونر کلاب بودن گرفته تا حتی رستوران های مدل های مختلف گرفته خیلی کاره حالا تک استارت که اصلا بماند چقدر بیزنس آیدیا هست ولی میخوام ببینم از آیدیا بین آیدیای سطحی مثلا تو فاز این قضیه مثلا این تی پی با قضیه حالا های اند مثلا بریم مثلا چه میدونم بشیم شاپیفای یا تو این مایه ها مثلا چه, چه تیپ ایده های رو انتخاب خواهی کرد فکر کنی کدوم ایده به،, به, به،, کالچر و فرهنگ ایران میخوره بو میسازیش هم جواب میده چون این دوز من بودن یعنی مثلا ببین که یه, یه چیزی که اتفاقا داشتیم بچه صحبت میکردیم مثلا دوباره الان یه اتفاق افتاده بود که توی این بگیر بگیر و اینا خیلی شروع کردن به اسنپ و دیجی کالا و اینا حالا شروع کردن اونا رو هم تیکه انداختن و تحریم کردن رو تعریم با آت... اینا تو اون ها اون که حالا به کنار که حالا اونم حالا یه نکته دارم راجش صحبت بکنم اگه یادم اومد ولی یعنی اگه یادم اومد که راجش حرف بزنم که یادم نمیاد ولی یه نکته که وجود داره اینطوریه که اتفاقا ملت الان مثلا من فکر می‌کنم مثلا یه جمعیت خیلی زیادی فکر میکنن که اتفاقا اینا از شرایط بسته بودن ایران و این داستان ها و اینا اینا الان دارن میخورن و سود میکنن و مثلا دیجی کالا و اسنپه که توی شرایط ایران و اینا روش کردن و تونستن روش بکنن حالا آره حالا تا صد حالا خب داشتن که کردن دمشون گرم دیگه آره میخواست چی نکنن مثلا آرگومنت چیه ولی اتفاقا اونی که ولی الان داره از جمهوری اسلامی میخوره اتفاقا الان دیجی کالا و اسنپن که نمیتونن آی پی او بکنن ام. نمیتونن اکوایر بشن یعنی اتفاقا اتفاقا دیجی کالا که از خدا ترشه که سری اینا برن آمازون بیاد ایران سری آمازون بیاد دیجی کالا رو بخره اسنپ که اتفاقا بیشتر از خداشه که سری باز بشه اوبر بیاد ایران اوبر سری بیاد اسنپ رو بخره میدونی یعنی از این زاویه هم میشه به قضیه نگاه درست. کرد ببین من فقط یه ایده دارم یکی یعنی بخوام یه،, یه کاری خودم شخصا تو ایران انجام بدم فقط یکیه نمیام این کانسومر اپ رو اینا رو بزنم اینا رو همه میدونن چی کار کنن تا آدمای جدید به نظر من ما این کارو بکنن جنزی ها خیلی کوالیفای ترن آره با, با, با. چیزشون مثلا میشکن هانگر گشنگی نمیشه ولی همون گشنگی تو خی... اون چی میگن عزمشون جزم تره من تا بیا میگه آقا این این پیجر من هزار بار درست کردم ما پیرم شدیم فهمیدیم آره بابا زفی شده تنها چیزی که من تا زیاد فکر کردم خیلی هم ریسرچ میکنم روش جالبه ببرم میگن کاربن سیکوسترینگ شما کربن رو از هوا بکشی بیرون هوای تخمی تهران همیشه ناراحت کننده ترین چیز برای من بوده <applause> و به خاطر اون کوه اتفاقا شما همین الان تکنولوژی الان فعلی هم خوب نیست اصلا شما میتونی این هوا رو بکشی تو فیلتر بکنی این بلوک کربن سیم... کاربن بهت میده حالا این میتونی چه میگن استورش بکنی بکنی زیر زمین بسوزونیش یا حتی چیزش بکنی چی میگن الماسش بکنی <applause> خیلی کارو میشه من میدونیم ولی منم هم, هم من باشم من... کاربن سیکوسترینگ تهران منم ولی من میدونم که این کار میکنم من حتما حتما اگه یه تیپ آیدی های اینطوری بخوام فالو کنم که حتما چون آیدی های بعدی ماها دیگه تیپ آیدی مثلا سفارش آنلاین غذا و اسنپ اینا نیست یه چیز فاوندیشنال که واقعا چون یک پول تو دروردی خیال تو راحت کردی از نیازهای اولیه زندگی و دیگه واقعا دیگه هم رفتی اکسپلور کنی هم رفتی که واقعا امپکت دور سرمون بذاری ولی این حتما زمانی خواهد بود که بعد از کشاوت اول باشه یعنی مینیمم یه کشاوت 5 6 7 میلیون دلاری داشته شی به قول مرشاد چون ما الان یه مقدار بحث هم داریم دیگه یعنی هر کاری هم میخوای بکنی ملت میگن بابا تو که اونجا این کار نکردی یا تو که اونجا اینجوری فیل شدی یا تو به قول مرشاد یه کشات بکنی توکن گونخور بیاد دست که هر کم هر حرفی خاص بزنه یه گونخور هم بتونی بهش بگی پولش هم داری و کار خودتو میکنی مثل ایلان ماسک میدونی یعنی ایلان ماسک با پول خودش 44 بیلیون رفته توییتر رو خریده گونخور هم 12 میلیارد شده توییتر شور 44 بیلیون پول پول خودش نبوده ریس کرده پولو پول خودش پول خودش نیست استاک تسلا اینا آره آره و اون بعد از اون اون وقت من میتونم خودمو ددیکیت کنم به یه کاری ولی من هم همچنان ما نیاز داریم که از رت ریس بریم بیرون ببین ما هر کسی که تو ایران صحبت میکنم هر دفعه حرف میزنه این یا قدرت شخصی خودتو باید بیشتر کنی معمولا مالیه همیشه مالیه نیست که آقا من چاقم ام. میخوام لاغرشم قدرت نه آقا. همیشه مالیه 80 دما قبولم 85 درصد مشاهدت واقعا با پول حل میشه نه به خاطر اینکه پول میتونه حلش بکنه بلی ولی پول میده ولی آره دی کود قضیه است آره. بنزین قضیه است آره. سیه. هر کسی مثلا با میکنه من چجوری میتونم کمک کنم آقا من میخوام خصوصی دیگه. That's it. That's it. بود هم دیگه. کافی آره بابا همش راه هر دفعه من تخصصم تو استارتاپ و بیزنس و تو اینا میتونم کمکت کنم اگه چیزی هست مثلا قدرت شخصی تو بیشتر بشه ولی اینکه چه جوری بیام چیز نمیدونم آقا قدرت شخصی خودت بیشتر کن بعد میتونی کارهای گنده تر و گنده تر و گنده تر انجام بدی مثلا اینی که حالا توییتر رو به خیال چیم ولی اینکه مثلا رفته بورینگ کمپانی رو زده میخواد زیر ال فاکینگ تونل بزنه خیلی حرکت خریه و خیلی خرین یکی از گنده ترین دنیا من میخوام سوراخش کنم اون زیر یعنی تو خیلی باید نگرانی کم باشه اصلا نگران راحت ترین نگران این که از بین بره و چیزی که بیشتر از همه داغونت میکنه بی پولیه خب تو اگه پول خودتو بگیری میتونی به کارهای گنده برسی ام. حالا میگم شخص من من این هوای ایران خیلی بدم میاد هم تو ایران رفته بودم خیلی چیز چک میکردم که آقا هوای کجا میاد چجوری میشه بره مثلا از کجا چیزی داره تراکمش کجاست مسیراش کجاست من باشم تا بمیرم دریکیت میکنم زندگی اون آره آره البته من فکر کنم این برن هوا خوب میشه نمیدونم چرا نه خب بنزین درستو میاری آخه بنزینمون هم چرت پرته بنزین درست خیلی بیشتر از اکثر از کارخونه هاست اکثر از کارخونه هاست هوای تهران هم متراکم اونجا مثلا یه طرح بود یادمه یادم که کدوم فورم یکی داشت میگفت ولی قشنگ سیمیلیتش کرده بودن که تو یه مقداری از این کوههای البرز و ورداری یعنی بتره کنید دیگه <تصفح> منفجر بشه این هوا چیز میشه این هوا شروع میکنه از رکود در میاد تهران آروم میشه تهران که هواش میره چی هوای جنوب رو میکشه میره شما مثلا اصفهان آروم میشه چیزای خیلی خرکی بود ولی اون موقع این مثلا یادم گفتن که تو زد که بارون سمی میاد تو خزر و مثلا ماهیا میمیرند خاویار ایران میترکه از یه خیلی جالب بود آره خیلی دامینووار اتفاقات خیلی خیلی دامن. کامل بود ولی مثلا اونجور چیزا برای من جالبه که آقا مثلا به قول تو مشکل مالی نداریم میخوایم یه کاری بکنیم که آقا نسل های بعدی ایرانمون ایرانی هامون فرهنگ ایرانیمون از این ب... اه... چیز بنفیت ببره من هوای برام خیلی مهمه شخصا ولی آره. میگم آخونده برن شاید کیرشی دیگه <تصفح> نتونی این <تصفح> کارو بکنی هوا خوب شد خدا رو شکر <تصفح> <سیزگا> میگه چیزی که خدا رو شکر هوا خیلی تخم <تصفح> شده خیلی تخم <تصفح> شده آره ولی می‌بینی خودت که برگردی ایران و یه کاری بکنی من خیلی دلم تو ایرانه همه دلم تو ایرانه اون موقع اومدم ایران اصلا با عشق اومده بودم ام. <تصفح> <تصفح> اومده بودم که مثلا اون کمپانی داشتم داشت لانچ می‌کرد. آقا اونو بزنیم مثلا با محسن خیلی بخیش من افسانه آقا سار ویکند کیم دیدی بیام کمک کنیم من اصلاً با عشق اومده بودم برنامه نداشتم من کلا فان امپلوید میشه. هم همیشه ام هم رو هاوینگ فان کلا فاز من همیشه همینه اومدم ایران دلی بود دل نرم حال دادی هاشی اومده ایران او من ولی که واقعا آ... چون خیلی روزای سختی داریم الان واقعا انرژی و مغزمون گرفته ایشالا این روزا سریع تموم بشه عجله خراب میکنه آفرین آره اینم هست ولی چیکار کنیم صبور باید باشیم صبور باید باشیم و کانسیستنت باید باشیم چش باید باشه آقا بس لنگش کن لنگش کن بعد دمت گرم میتونیم تا. بریم چیلمون رو ادامه بدیم و بریم یه آره تو کی برمیگردی من یه هفته دیگه نه خب یه هفته تو یعنی آره کجا سکنا گزیدی تو بکا آه نه باریکلا باریکلا خب پس حالا هستی دیگه دیگه آره. کانادایی ما آره میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم حاله. تو م... تو تنها فکر کنم کسی هستی که دفعه سومه یعنی سه ست... نفر رو یه بار نذاشتم تو حالت پادکست مشتی هستی خیلی حال کردم با هم این پادکست مثلا یه سری ملت خب پادکست مثلا هی خب یه سر آدم جدید خیلی داره اضافه میشه دیگه بعد خب جدیدیا اگه مثلا این پادکست اولین پادکستی باشه که گوش دارن میدن اینجا که چقدر اینا یاوه‌گویی میکنن راجع هیچ موضوعی هم حرف نمیزنن راجع به چیزی در واقع فوکس این چه پادکستی این چه چیزی فوش میدی آره ولی اینجوری که دیگه همین داشم هم دیگه شرمنده آره ساموسا بی خیال آره جرس. آره اصلا من نکنم اینطوری بود که مثلا میگن راجع همین داستان دا راجع اروان هم دوباره بگم اینجوری که داشی این صرفا این بحث رو من تو خونه داشتم ها. فقط الان دوربین و میکروفون جلومه میخواست میکروفون دور می من که شمی حرف رو داشتم داکی دیگه نشتم می دادم آره, آره. نذاریم بازی دیگران رو بازی نکنیم صدای کسی رو خفه نکنیم حتی مخالفتون آره آقا هر کسی خواست من 15 دقیقه با هر کسی خواست صحبت میکنم راه آره. ها گیون آره. یه هر چه خواستی من بزن مشتی هستی دمت گرم بدات